سلام دوستان، خب تو جلسه قبل ما به این گزارشات رسیدیم توی پاور بی آی و تونستیم از طریق یه دونه جدول سیلز دیتایی که داشتیم یه گزارش تهیه بکنیم. حالا تو این جلسه ما میخوایم یک جدول دیگه ای رو اضافه بکنیم. حالا میتونه از یه اکسل دیگه یا یه از پایگاه داده دیگه ای باشه و چطور میتونیم این دوتا جدول رو ارتباط بدیم با هم دیگه و بتونیم یه گزارشی رو بگیریم که اتصال بین اون دو جدول متفاوت باشه. خب برای این منظور ما فرض کردیم که الان مثلا من اینجا نام مشتریان رو دارم، فرض کردم که من یه پایگاه داده دیگه ای دارم که اطلاعات مشتری من اونجا هستش و این اطلاعات مشتریم اصلا به سیلز شاید ربطی نداشته باشه، اینکه چقدر فروختم چه میزان فروختم بهشون نداره، فقط هر یه دونه مشتری پروفایل مربوط به خودش رو داره و حالا میخوام ببینم که اون پروفایل مشتری، یعنی از اون اطلاعات مشتری استفاده بکنم ببینم مثلا چقدر بهشون فروختم، به چه نوع مشتریانی فروختم بیشتر و حالا گزارشات مختلفی که میشه تهیه کردش. برای این کار کافیه بیاین تو تب دیتا، اگر میخواین اصلا از پایگاه داده دیگه بگیرین خب گت دیتا رو بزنین یا همون اکسل که الان ما داریم اکسل رو میزنیم، کاستومر اینفو اطلاعاتی هستش که واسه مشتریان ما هست، سلکت میکنم و اوپن میکنمش. مثل سابق میره اکسل رو واسه من میخونه، داداش رو واسه من میخونه. من تو این اکسل یه دونه شیت کاستومر دیتا دارم و چند تا شیت اضافه دارم، اصلا این دوتا خالی هن، این هم همون داداهای قبلی هستش، اینا رو اضافه کردم که ببینین من میتونم شیت های مختلف و داداهای مختلف داشته باشم که اونو چکش رو میزنم، چک باکسش رو، و میاد اطلاعات مربوط به مشتریانی که هستش اون رو به من پیشنمایشش رو نشون میده. اگر خواستم چیزی رو تغییر بدم که میرم توی ترانسفورم دیتا. یه چیزی در نظر بگیرید، این الان بذه هر شیت هستش که یه جدول داره شناسایی میکنه. اگر من تو یه شیت اکسل چندین تا جدول متفاوت داشته باشم چطور؟ ببینید الان داده‌های من تو اون اکسله یه شیت عادی هستن که ستوناشون مثلا اونجا گذاشتم و داده‌ها رو توی سطرا گذاشتم، اما میدونیم که توی اکسل من insert table دارم و یک تیبل اکسلی میتونم داشته باشم و توی یک شیت میتونم چندین تا تیبل اکسلی داشته باشم. اون وقت چطور؟ پاور بی آی میاد اون تیبل ها رو میخونه، دیگه شیت رو نمیخونه، بر اساس اسم اون تیبل ها، بر اساس اسم اون جدول ها. یعنی مثلا من توی یک شیت میتونم کاستومر دیتا داشته باشم، سیلز دیتا داشته باشم، پرچیس دیتا داشته باشم، خرید مواد خامم رو داشته باشم، خیلی جدول های متفاوتی میتونم داشته باشم که اصلا همش هم توی یک شیت باشه، ولی پاور بی آی میاد اون جدول به جدول همه رو میخونه و اینجا واسه من میذاره. پس جدول اکسلی به ما خیلی کمک میکنه و خیلی خوب هستش. اما اگر جدول اکسلی نباشه شیت به شیت میاد میخونه و یک شیت رو داده‌هاش رو به من نشون میده اینجا که من اینجا به صورت شیت به شیت دارم. خب فقط کافیه لود دیتا رو بذارم که داده‌ها رو بیاره واسه من اینجا توی این قسمت نمایش بده. خب همونطور که میبینین هر جدول رو مثل سابق اینجا یه جدول هست که سیلز دیتا هست، یه علامت اینجا داره که میتونم بازابستش کنم، واسه کاستومر دیتا هم دقیقا به همون صورت هست که من میتونم بازش کنم و فیلد ها یا سرستون ها رو اینجا مشاهده کنم. حالا من میخوام گزارش درست بکنم دیگه. اگر بیام اینجا علامت مثبت رو بزنم و اینجا بنویسم مثلا گزارش مشتریان و حالا بخوام مثلا یه گزارش تهیه بکنم که بگم آقا مثلا کلاس مشتریان من، این رو هم مثلا داداش به صورت تصادفی هستش، یعنی من اگر بیاین توی تب دیتا بسازین دیتا هامون رو ببینیم، بیاین توی تب دیتا من میخوام الان اطلاعات مربوط به مشتریان هم رو به صورت پیشفرض الان مثلا رو سیلز دیتا هست، اگر من میخوام اطلاعات کاستومرز هم رو ببینم کافیه روی این جدوله سلکت کلیک کنم، سلکت کنم و اطلاعاتش رو ببینم. پس اگر بخوام به جدول دیگه برم فقط کافیه روشون کلیک کنم. ببینید این اطلاعات رو من اینجا به صورت تصادفی، مثلا فرکانس و سلدوم و اینا رو همه رو تصادفی هست، اطلاعات واقعی نیستن و اعداد رو ساختم. اما این کاستومر نیم من دقیقا همون کاستومر نیم هایی هستش که توی سیلز دیتا هستن، توی اینجا کاستومر نیم وجود داره اما تو اینجا چندین بار تکرار شده ولی اینجا یکتا هستن، چون لازم نیستش من مثلا واسه شخصی به نام کلی روزندال چندین بار بیام اطلاعاتش رو بنویسم، دیگه یه بار فقط اطلاعاتش رو می‌نویسم حالا تو ستون‌های مختلفی که دارم. اما این شخص میتونه چندین بار خرید بکنه از من، مثلا بیایم توی کاستومر نیم
من اینجا میتونم فیلتر کنم روی اون شخص، مثلا کلی روزندال، اینجا این رو سلکت میکنم، میبینیم که 5 بار این شخص از من خرید کرده و تعداد خریدهای مختلفی میتونه داشته باشه دیگه. بخاطر همینم من الان جدولای مختلفی دارم. حالا اگر من بذاریم کلیر کنم فیلترامو، خب حالا بریم توی نمودارها. من اینجا الان این کاستومر کلاس رو دارم، حالا میخوام ببینم هر کدوم از این کلاس ها چقدر سوداور بودن واسه من. پروفیت رو میزنم و اینجا نگاه میکنم، مثلا میبینیم که همه رو یکسان محاسبه کرده و این اشتباه هستش دیگه. خب نتونسته درست تشخیص بده که چقدر باید خرید کنه، این توتالش هم یکی هستش، یعنی جمعش هم یکی هستش، نمیتونه این تشخیص رو بده که آقا افرادی که فرکوئنت بودن جمع مثلا سودش چقدر بوده. چرا؟ به خاطر اینکه این جدولی که الان اینجا گذاشتم با این جدولی که اینجا وجود داره هیچگونه ارتباطی نداره. درسته که این کاستومر نیم من با این کاستومر اینجا یکی هست، ولی باید اینو به پاور بی آی بگم که این کار رو میتونم از طریق بذارین باشه این دوتا، خب که این کارو میتونم از طریق منیجر ریلیشنشیپس بکنم، که حالا یا از طریق تب اینجا، حالا جایی که میبینیم منیجر ریلیشنشیپس رو برین، یا اینکه توی اینجا تو قسمت راست مدل رو بزنم، اینجا میتونم ریلیشنشیپ تعریف بکنم. یعنی چی ریلیشنشیپ تعریف کنم؟ ناگهان الان اینجا من دارم جدولام رو میبینم، هر دو تا جدول. اصولا وقتی که من دارم گزارش میسازم یک یا دو تا جدول دارم که اطلاعات زیادی داره و سرستونای زیادی داره که اطلاعات اصلی من اونجا هستن، و یه سری جدول هم دارم به صورت کمکی هستن، مثل کاستومر دیتا که اطلاعات کمکی مربوط به کاستومر هستش. این جدول ها حداقل یک دونه ستونشون باید مشابه باشن، حالا حتما نیمشون نباید یکی باشه، این میتونه کاستومر اینفورمیشن نیم باشه، این میشه کاستومر نیمز باشه، مثلا هر چیزی. خب اما میدونم که این ستون حاوی نام مشتریان من هست، این ستون هم حاوی نام مشتریان من هستش، و من اگر بخوام بگم مثلا اون کلی رزندال چند بار خرید کرده، اینجا 5 بار رو میتونم بزنم. حالا اگر بخوام ببینم مثلا بیزنس آریاش چقدر بوده، باید بیام از اینجا ببینم کلی رزندال بیزنس آریاش کدوم بوده، کلی هم که همون مشتری من بوده دیگه منظورم هست. خب پس این با این باید ارتباط داشته باشه و این ارتباطش رو باید به پاور بی آی بگم. چطور میتونم این ارتباط رو بگم؟ کافیه این ستونایی که مشابه هستن رو بگیرم، مثلا این بندازم روی این یکی، بگم این دوتا با هم ارتباط دارن، بعد میاد یه دونه خط میندازه اینجا، این خطه یه دونه شماره یک داره اینجا، یه دونه علامت ستاره داره و یه دونه جهت داره. اینا چی داره به ما میگه؟ میگه توی این یکی که اینجا داره، اون سمتی که عددی یک داره، کاستومر نیم من توی کل جدول فقط یک بار تکرار شده، این کاستومر نیم من توی جدول فقط یک بار تکرار شده، یعنی یه دونه کلی رزندال دارم. خب اما تو اینجا علامت ستاره وقتی که داره میتونه چندین بار تکرار شده باشه، یعنی اون کلیه چندین بار خرید کرده باشه و ارتباطش هم از این ور به اون ور هستش دیگه، از یک به چند تا هستش دیگه، و من این رو دارم استفاده میکنم، کمک میکنم به این اطلاعات که گزارش بگیرم. خب من الان این ارتباط رو تعریف کردم. یه راه دیگه‌ش هم اینطوری هستش که من manage relationships رو بزنم و اینجا یه دونه new relation تعریف بکنم، که خب اینجوری ساده تر هستش دیگه. اگر دابل کلیک هم بکنم روی این خطه، در مورد این ریلیشن میتونه ادیتش کنم تو این ریلیشن، و میام میگم توی سیلز دیتا تو این تیبل هم رو داره نشون میده کاستومر نیم من هایلایت هستش، و توی کاستومر دیتا دوباره کاستومر نیم من هایلایت هستش. میگه این تیبل از طریق این ستون با این تیبل از طریق این ستون ارتباط داره و ارتباطش منی تو وان هستش، یعنی از منی به وان هستش، و کراس فیلترش هم سینگل هستش، یعنی من اگر فیلتر میندازم روی یه دونه از این جدول ها فیلترم رو کافیه بندازم که روی اون یکی تأثیر بذاره. خب برگردیم روی ریپورتمون. توی اینجا الان توجه بکنون جدولی که انداخته بودیم، میبینین اعداد دیگه تغییر کرده، مجموع کل رو دارم و
فرکانسی مجموعه فرکانت مجموعه مربوط به خودش رو داره، لویال مجموعه خودش رو داره، اوکیژنال مجموعه خودش رو داره و هر کدوم از اینا مجموعه خودشون رو به صورت صحیح محاسبه کرده که حالا میتونم نمودارش بکنم، مثلا اینجا پای چارت بندازم و از طریق پای چارت مثلا ببینیم، یا اینکه مثلا اینجا یه نمودار مستطیلی ساده بندازم که ببینم اختلافات چقدر هستش و به چه صورت هستش. حالا دیگه میتونید نمودارهای مختلفی داشته باشین دیگه، مثلا بیزنس اریا رو داشته باشین و تو این بیزنس اریا ببینید چقدر سود کردین، یا اینکه مثلا حالا گزارش‌های مثلا تعداد فروششون چقدر بوده تو هر کدوم از این مناطق و میتونین کوانتیتی یا پروفیت رو اصلا با هم دیگه داشته باشین و یه دونه نمودار به این صورت تهیه بکنین. البته این نمودار رو که بخواین تهیه بکنین بهتره که از نمودار دو طرفه این به این صورت استفاده بکنین که پروفیت رو توی لاین بندازیم بر فرض، اینجا الان تعداد رو دارم و مقدار فروش رو دارم که میتونم ببینم به چه صورت هست. مثلا لزومن جایی که تعداد فروشش بیشتر بوده میزان سود زیادی نداشتم، شاید اینجا مثلا خوب باشه ببینیم من تعداد فروشم کم نبوده نسبت به یکی، اما سوداوری کمی داشتم، خب که میتونه به ما کمک کنه. حالا دیگه میتونین نمودارهای مختلف دیگه ای داشته باشین و گزارشی که لازم دارین رو تهیه بکنیم. تو اینجا میخواستیم بیشتر در خصوص این ریلیشن ها صحبت بکنیم و چطور میتونیم ارتباط بین جدول ها رو تشکیل بدیم و از طریق اون گزارش مناسبی تهیه بکنیم. ممنونم از توجهی که داشتین. تا جلسه بعد، خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.